با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگانی که هر جای دنیا زندگی میکنید و الان کوچه خاطره ها رو تماشا میکنید، سلام. ما اومدیم با دست پر، با یه مهمان خوب، زنده دل، شاد، کسی که همیشه شما رو شاد کرده. قبل از اینکه این مهمان رو معرفه شما عزیزان میکنم، میریم یه برنامه ازش میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هست. بیشتر از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره؟ پس دیگه رنجم نده، این همه آزارم نکن، بین عاشقای خود بیشتر این خورم نده. بلنده دیا بلا گردون چشم قشنگت، اون که دائم خرید داره عدات هستم، من تو رو میپرستم، یه عمر عاشقانه به انتظار نشسته، تو ماه آسمون دلش تو چشان همه پر درد و ماتمه، همه درد تو به جونم، میخوام دیه عالمه نگوشادی ها شب منتظرم باش، لبه پنجره بنشین، موش به زنگ خبرم باش، آهریر موها بارش سلم باش، بارش سلم دنیا توفانی، چرا چرا کنی گل بارون بارون کنی، چرا چرا کنی گل یاد تو، نماز عشق پا کردم سر سجاد، با گریه برای تو دعا کردم، به امیدی که برگردی، چقدر تو مهربونی، تو بیریایی تو منم، تمنای تو منم، لیلای عشق من توی، مجنون و رسمای تو منم، قربی دل زدستم از عشق تو، نستیم توی حیات خشکیده، بی تو رفتی و خنده رو هیشکین رو لبام ندیده، بی تو چشم تو ای رومون مونده، چرا سر زده رفتی، روز نیومده رفتی، ای رومون مونده. پشت ابراز افسون میکنی عاشقا رو با چشم بسته، لیلی و مجنون زمانی، من و تو
که بری قراریم که با عشق روز و به شب یاریم دونم عاشقانی چون گل میشماره بی تو لبام نمیخنده دلم دونشه تو بنده ابروهات مثل کنونه ابروهات مثل کمنده. بله عزیزان، شناختین جناب آقای امیر شاملو، یک خواننده محبوب، یک خواننده مردمی و یک خواننده دوست داشتنی. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار، و اگر سلام علیکی با بینندگان داشته باشید بعد مصاحبمون رو کلید بزنید. خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان ارجمند و ایرانی‌ها که در هر سر تا سر دنیا هستن، اشاره که همیشه خوش و خرم باشن. خب جناب آقای شاملو، این برنامه نامش کوچه خاطره هاست. بله. کوچه خاطره ها برمیگرده به دوران تولد شما. شما کجا متولد شدید؟ کجا به نوجوانی رسیدید؟ اگر از اون کوچه خاطره ای دارید برای بینندگان عزیز تعریف کنید. حالا من امیریه به دنیا آمده. امیریه تهران. بله. حدود تقریبا بگم 30-40 سال اونجا میشستیم. خیلی از هنرمندای کشورمون بچه خیابون امیریه هستن، مثل جناب شادروان فرخزاد، مثل آقای کیمیایی، آقای بهروز بوسوقی، بچه امیریه هستن. خب شما خاطری از امیریه دارین؟ چند سال زندگی کردین؟ والا خاطره که خیلیه، اما خب آدم حضور ذهنی اون صورت نداره که اون صورت، چون واقعا ما الان بگم ما 40 سال پیشه دیگه. بله خیلی سخته، اما خب اکثرا خاطره بوده، یعنی با رفقا بودیم دبستانی که توی دبستان رازی سیکل خوندیم، بعد سخنور رفتیم، دبستان سخنور بودیم، بعد دبستان پیرنیا رفتیم که دیپلم گرفتیم دیگه. از بچگی علاقه شدید داشتیم به خوانندگی، اون موقع صفحه بود. بله صفحه های خواننده ها بودن، مخصوصا مردمی، چون من بیشتر رو کارهایی که مثلا سبک آغاستی، سبک مانده، سبک مجد فرهنگ، سبک یساری، سبک قادری، تو این مایه ها من بیشتر خوب دوست داشتم. خواننده های کوچه و بالا. بله. بعد دیگه یواش یواش شروع کردیم به حرفه خوندن. دیگه سال 54 یه آلبومی دادم بیرون. بله. به نام گریه نکن بود. خب حالا جناب آقای شاملو اگه اجازه بدید به اونجا میرسیم که از آلبوماتون صحبت کنیم. میخوام الان بچه محلاتون دارن تصویر زیبای شما رو دارن میبینن. از چند تا مدرسه و دبیرستان و اینا اسم بردید. اگر بخواید با بچه محلاتون صحبت کنی خیلی خلاصه چی بهشون میگین الان؟ چون نشستم پای برنامه‌ت. انشالله که همیشه خوب باشن، همیشه سالم باشن. دیگه حالا خب ما خیلی، چون میگم 40 سال دیگه واقعا شاید چهره ها به اون صورت خود تغییر میکنه دیگه. بله. اما خب ما هنوز تغییر نکرد. ایشالله که 150 سال دیگه همین امیر شاملو تا همین چهره زیباش باقی بمونن. جناب آقای شاملو، شما چطور شد رفتین دنبال خوانندگی؟ اصلا چند ساله بودید که رفتید دنبال خوانندگی؟ والا میگم از گفتم من از بچگی دوست داشتم، علاقه داشتم. اون موقع دیگه یه سنی رسیده بود که میگه همش صفحه بود اون موقع. بعد صفحه ها رو میگرفتم به مرور گوش میکردم، علاقه شدید داشتم. که سال 54 من به صورت حرفه‌ای یک کاست آلبومی دادم بیرون، آهنگا ما رو آقای سعید مهنویان بود. بله. که ما رو معرفی کرد به شرکت آونگ. بله. که ما بخونیم. یه آلبوم پر کردیم و بعد وارد بازار شد و دیگه خورد. دو سال بعدش دیگه تقریبا خورد به برنامه که دیگه نمیشد دیگه بخونیم، یعنی خورد انقلاب شد. خورد به انقلاب. بله. بله. دیگه بعد از اون تو همون انقلابی یه کاسه دیگه به نام کاسه موج اومد بیرون. بازم کارهای آقای مهناویان بودن که با چند تا خواننده دیگه ما قاطی بودیم. آقای یساری بود، آقای خدا بیامرز، آقای احمد معینی بود، آقای حسن عرب بود، آقای هوشنگ نادری. بعد دیگه 13 سال فعالیت نداشتم. سال 72 8 تا آهنگ خوندم، بازم به اون صورت دیگه یه مقدار دست باشه کسی که آدم خودتون میدونی اون موقع دیگه 22 سال 72 تقریبا میشه 22 سال پیش دیگه. 22 سال پیش. بعد دیگه ما شروع کردیم این آلبوم، و آلبوم به نام امین بود. بله. که بازم کارها ما آقای مهناویانه.
خب آقای منابیان اینطور که معلومه خیلی برای شما زحمت کشیده. بله. منزلشون تشریف بردین؟ بله. یه منزل خیلی کرج زیبا بله. در کرج داره که ما همیشه بله. شرمنده آقای صحبت و سلامی نداریم برای آقای منابیان عزیز. از همینجا سلام میکنم به خدمتشون که واقعا یه قدمی برای ما برداشتن که دیگه حالا دیگه یادمون نمیره تا آخر عمرمون. یکی از کسانیه که واقعا برای مردم خاطره ساز بوده. خیلی از خواننده های این مرز بوم با آهنگ های آقای منابیان واقعا برای مردم زندگی بعد زنده کردن و خاطره ساز بودن. بله میفرمودید. بعد از اونجا دیگه ما سال 74 آلبوم عاشق منو دادم بیرون. بله. که آهنگش ترکی استانبولی بود. شعرش هم ماره آقای بابک رادمنش بود. بعد که تو محتوای آلبوم 6 تا آهنگ بود که 3 تا آهنگ ماره آقای بابک رادمنش، 3 تا هم ماره آقای سعید مهنوبیان بود. بعد از اونم با 3 تا آلبوم دیگه دادم بیرون توسط ویدیو البلد از اونجا پخش شد که سال 81 اومدم اینجا مجوز اینجا گرفتم که 3 تا آلبوم مجوزدار دادم بیرون. بله. تقریبا همون آهنگا با چند تا آهنگای جدید دادم بیرون. بله. که شبا هم روی سفرخونه برنامه میذاریم و کار میکنم. الان برنامه میذاریم. بله. خب جناب آقای شاملو چند آلبوم به بازار دادن، همه آلبوماش برای مردم خاطره ساز بوده و با مورد استقبال خوبی برخوردار بوده. از مسیری که تا امروز شما طی کردید راضی هستید؟ به هر حال اینم یه عشق دیگه، اینم یه چیزی بود که کاری بود که ما دیگه دنبالش هی رفتیم دیگه. یعنی انگار که هی هر چی میری جلو انگار بازم کم داری، یعنی بازم هی باید هنر رو هی بری دنبالش تا یاد بگیری. یعنی بازم از پیشکسوت‌ها از بزرگا آدم چیزایی یاد میگیره که بالاخره هر چی یاد بگیره بازم کمه. خب آقای شاملو چرا نخواستم با چهره خیلی قشنگ و زیبایی داشتین شما، چرا الان هم دارین ماشاءالله، چرا نخواستی یه بازیگر بشی یا کارگردان بشی تا خوانندگی رو شروع کردی؟ خب قسمت بود، قسمت اینجوری بود، پیشونه هر کسی یه جوری می‌نویسه دیگه. خب. ما قسمت اینجوری شد که یه علاقه بود دیگه. جناب آقای شاملو اخلاق در خوانندگی چه تأثیری داره؟ باید اخلاق داشته باشه که نشه باشه. خب حالا مثلا یعنی برخورده با آقای شاملو خواننده است، خواننده محبوب مردمه، نشسته یک رستورانی داره غذا میخوره و جمعی از هموطنان هنر دوست هم جمع شدن اونجا. آقای شاملو ما میخواییم یه عکس از شما داشته باشیم، یه عکس میخواییم با شما بگیریم، یه امضا میخواییم از شما بگیریم. آقای شاملو میگه صبر کنید غذامو بخورم، یا بلند میشه میره با اونا عکس میگیره. بس بره عکس بنزه دیگه، حالا غذا بعدا میشه بخوری. اونا شاید حالا دارن میرن یا یه حالتیه که ضرب العجلیه، مسئله نیست که وایسین تا من نمیشه، اصلا از نظر اخلاقی درست نیست. درسته. بله. خب اگر اجازه بدی. بله بفرم. به نظر من عاشق نوار هستم، یعنی عاشق همیشه تو جیبم سه تا نواری و سه تا سیدی کلا سفرخونه هم که میرن. بله. یعنی دوست دارم مثلا به خاطر مردم اصلا به همین جوری سیدی میدم. آره حالا اون آقل میخواد یه بار گوش کنه لااقل فیلم، مثلا تو این 10 تا آهنگ بالاخره یه دونش بابا ملش هست. بله. مثلا از چون از سر سلیقه ما توش نوار میزنیم دیگه. بله. بالاخره یه دونش هم خوشش بیاد و ما رو بس. بله. خب ما الان میخواییم بریم به اصطلاح در این مصاحبه اولین کار شما رو ببینیم. هاش. ما میخواییم اینو شما انتخاب کنیم. دوست دارید الان کدوم کار شما پخش بشه؟ والا آهنگا همشون تقریبا یه حالت خوب خصوص برای خودش داره، چون هر شعری هر آهنگی یه فرم دیگه، آهنگ سنگین هست، آهنگ شاد هست دیگه. اگه تو شادا میخواییم خب بگیم که بال همون کی بیشتر از من، که کی بیشتر از من. بله. خب بینندگان عزیز جناب آقای شاملو رو خسته نکنیم، بریم کی بیشتر از منو. بله. ببینیم و برگردیم باز در خدمت شعر آهنگ ما رو آقای بابک رادمنش. بله. و برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. خواهش میکنم. کی بیشتر از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره، پس دیگه رنجم نده این همه آزارم نکن، بین
بین عاشقای خود بیشتر از این خارم نکن. زیر 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 رو بشه دنیا، من دوست دارم هر کس دلبری اگه داره من تو رو دارم. زیر 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 رو بشه دنیا، من دوست دارم هر کس دلبری اگه داره من تو رو دارم. دوست دارم دوست دارم دوست دارم. با شکستن غرورم خودتو راضی نکن. لج و لج بازی نکن، با دلم بازی نکن. با شکستن غرورم خودتو راضی نکن. واسه من که عاشقم این همه تنازی نکن نکن. کی بیشتر از من برات میمیره، کی مثل من به دام تو اسیره. به به، چقدر زیبا، چقدر زیبا بود، چقدر لذت بردیم جناب آقای شاملو. اگر امکان داره راجب شعر و آهنگساز این آهنگی که الان شنیدیم و دیدیم و بعد من ناگفته نماند که جناب آقای کروبایی یکی از دوستای خیلی صمیمی ما و همکار گرامیشون که این تصویر از شما گرفته بودن، جا داره تشکر کنیم از آقای کروبایی خانمشون و خانمشون. بله بله، این شعر آهنگ مال آقای بابک رادمنش بود. بله. که من هم این آهنگ، هم یه آهنگ شهر رو چراغون کنیده. بله. هم شعر آهنگ عاشقم من. عاشق. این سه تا کار مال آقای بابک رادمنش بود. بله. بقیه کارا کلا مال آقای مهناویانه. بله. در ضمن سه تا حدود چهار تا آهنگ هم از آقای فخاریه، علی فخاری. بله، یکی از دوستای خیلی هم خوب شاعر هم آقای فخاری. جناب آقای شاملو، شما تا الان فرمودید چند تا آهنگ خوندید؟ والا گفتم سر از 54. نه، کل کل آهنگ من الان حضور ذهن میخوام حساب کنیم حدود 60 تا 65 تا آهنگ. 65. در چند آلبوم؟ در 6 تا دیگه میشه. 6 تا آلبوم. هم 4 تاش بعد از ویدیو البلد پخش شده. بله. یکیشون قبل از انقلاب بود. یکیش سال 72 بود. بله. یکم جدیدن اومد بیرون. کلن بخوای حساب کنی همون 65 تا میشه. بله. خب آقای شاملو اهل مطالعه هستن؟ ورزشی، روزنامه ورزشی میگیرن. روزنامه ورزشی میخونن. بله. چطور حالا یه خواننده روزنامه ورزشی میخونه؟ خب میگن هم یه علاقه از اول. خب فوتبال دوست داشتن، اون قدیم هم بالاخره تک و توکی بازی میکردیم، اما خب دیگه بعدا دیگه استادیوم میرفتیم دیگه، یواش یواش دیگه نشستیم پای تلویزیون. بله. بیشتر پای تلویزیون بیشتر حال میکنم تا. بینندگان عزیز کوچه خاطره ها، اینو خدمتون عرض کنم، یه موقع این دوستای ما ناراحت نشن، چون در یک برنامه ما از مادران سینما صحبت کرده بودیم. یکی از مادرایی که واقعا من خیلی بهش علاقه داشتم، زنده یاد خانم مهری ودادیان بود که من خیلی خیلی این خانم رو دوست داشتم، رو اسمش رو فراموش کرده بودم که بعد دوستان گلگی کردن که چرا مادرای سینما رو وقتی میگفتی اسم این بانوی سینما رو نگفتی. این دوستانی که الان ما اینجا اسمش مثل آقای کروبایی، مثل آقای من، نه اینکه خدای نکرده بی احترامی بشه به اون کسایی که اسمشون اینجا نمیبریم، همه این عزیزان برای موسیقی، برای خوانندگی، برای همه هنر کشور ما دارن زحمت میکشن. همینطور جناب آقای شاملو که امروز ما باید تشکر کنیم از خانواده محترم ایشون که پذیرفتن در خدمتشون باشیم. خب اگه اجازه بدید باز یکی از کارهای زیبای شما رو ببینیم، برگردیم باز در خدمت شما بزرگوار هستیم. یه بار برای همیشه عاشق چشمات شدم، توی چشات گم شدم و مست تماشات شدم. یه بار برای همیشه از همه دل بریدم، تو خونه دلم فقط نقش تو رو کشیدم. توی هم رازم، نغمه سازم، شور آوازم، بی تو میمیرم، چون توی تنها بال پروازم.
بله لذت بردیم از آهنگ همراز. بله چقدر زیبا اجرا کردید و چقدر جالب. من اینجا یه چیز رو به بینندگان عزیز بگم که جناب آقای شاملو که این مسیر خوانندگی رو تا به امروز طی کرده، چقدر جالبه که احترام پیشکسوتاشو داره. چقدر خوبه که ما بدونیم که همینطوری سینما، تلویزیون و خواننده ها، بازیگرا، کارگردان ها به وجود نیومدن. کسانی بودن که راه رو برای ما هموار کردن. بله کسانی بودن تو این آب و خاک اومدن، خاک صحنه رو خوردن تا امروز آقای شاملو چند سالیه که میخونه و شما لذت میبرید و از پیشکسوتاش اینجا داره اسم میبره. این چقدر زیباست، این چقدر زیباست. خب آقای شاملو عزیز برگشتیم، این آهنگو دیدیم، اگر امکان داره راجع به این آهنگ را یه توضیح مختصر این آهنگ هم مرا آقای سعید مهناویان بود. آهنگ شعرش مرا آقای چتنور بودن. در زمین جا داره که از آقای محمد نوری هم تشکر کنم که واقعا تمام اکثر آهنگایی که سلو ویالون داشته ایشون محبت کردن که اجرا کردن. ویالونتون رو آقای محمد نوری زدن؟ سلوهاشو بله، چون واقعا تو ترکیه بودیم، تو دبی هم که بودیم اینا، ایشون خیلی این اخیرا آقای نوری تو ترکیه بود، شما هم بودین؟ شما اخیرا نبودین؟ من نبودم، چون آقای مهدیان با من تماس گرفت گفت الان تو یک تالاری هستیم. بله. که آقای نوری و بله. خب میخوام بدونم آقای شاملو یک خواننده خوشبختی رو در چی حس میکنه؟ یه زندگی آرومی داشته باشه و بالاخره استرس نداشته باشه، تا اونجا که میتونم با مردم حال بده دیگه، هم مردم در تماس باشه، کاری که ازش برمیاد یه تالا امکان داره مثلا دو تا برنامه از همینجوری هم واسه رفاقتی بیادم، هیچ اشکالی نداره که. بالاخره ما که زعفرون که نمیفروش، بالاخره چهار تا هم میخونیم، مهم همون شاد کردن اون طرفه که به هر حال روزی هم خدا میده دیگه، شاد کردن مردم. خب آقای شاملو از مردم میگن، از مردم چه خاطره ای دارید؟ واقعا همیشه با هم محبت داشتم، همیشه همه رقم برخوردشون با شما همه رقم، تا اونجا که من دارم کسی بعد دست من ناراحت نیست، یعنی نه کاری نمی کنن که کسی از دستم ناراحت بشه. مثلا آقای شاملو بخواد از یه هنرمند تعریف کنه چی میگه؟ میگم که باید بالاخره صبور باشه و دیگه تو زندگیش دیگه برخوردهایی که میکنه احترام گذاشتن به قول شما به پیشکسوتها، بزرگترها، اینا دیگه میمونه دیگه. این از هنرمند دیگه آدم چی میخواد، یعنی کلا همون طرف هم مقابل هم باید این باشه، چون واقعا اگه نباشه انگار یه چیزی گم کرده. درسته من. یعنی وقتی به قول شما بعضی جاها سوال میشه که میگن هنرمند چجوری مثلا حالت وقتی که میذارنش کنار چه احساسی داره دیگه، اون بقال شما دیگه واقعا دیگه انگار از همه چی گذشت، این تموم شد. همین رو میخواستم سوال کنم که جناب آقای شاملو دور از جون شما، انشاءالله که هنرمندای کشور ما زنده باشن، سلامت باشن، ما واقعا دوستتون داریم. خود من از شما خیلی خاطره دارم، خیلی خاطره دارم ازتون، از تئاتر شهره. میخوام بدونم روز مرگ یک هنرمند چه روزیه؟ حالا با همون که گفتم دیگه، بالاخره روزی که دیگه نتونه کاری بکنه، مردم هم دیگه از یادش میره دیگه، همون جا دیگه آدم یه حالا چه میخواد بکنه، روزیه که مردم گذاشتنش کنار. بله دیگه، یعنی کلن یه حالتی با که دیگه هیچ رقم دیگه این همه حال دادن، بعد نشستن تو خونه و افسردگی و پشتش میاد و دیگه قسمت هم دیگه دست خداست دیگه، دیگه مرگ حق. خب اگر امکان داره یک خاطره حالا یا تلخ یا شیرین برای بینندگان عزیز تعریف کنیم، چون این خاطره من حالا اگر بگم تکراری میشه، چون من یک کتابی رو دارم چاپ به چاپ میرسونم که هر صفحش مربوط به یک هنرمنده، هنرمندی که حالا یه خاطره تلخ داره، یه خاطره شیرین داره، با عکس خودش، با گفته های خودش چاپ میشه. چه خاطره‌ای برای مردم ما دارید؟ والا من خودم خب تو ترکیه بودیم، خاطره که از آقای عباس گلپا من یادمه، البته برادر آقای
اکبر گلپایگانی. بله، عباس گلپایگانی. تو تا اونجا میخوندیم ترکیه، یه جا بود که ایشون شگردش این بود که میرفت تای سالون از اونجا مثلا سینه رو صاف میکرد و بودن جاوان این شنگی میکرد و اونجا چهچه رو میزد که بیاد مثلا سر میکروفون رو میذاشت روی میز اولی، میرفت تا اون تا مثلا از اون تای سالون مثلا بیاد تا برسه میکروفون رو ورداره مثلا زود بگیره دستش رو بخونه. اون بعد اون وقت از اونجا شروع کرد رفقا میکروفون بهشتن گذاشتن روی میز دیگه، این وقت این اومد چهچه زد و هی آمد نگاه کردی میکروفون حالا نفذ هم داره بهم میاد شوخی کرده ما خلاصه یه چیز هی گشت این وقت دیده میکروفون اون بره میکروفون رو آخره بعد پیدا کرد و یه صحنه بود که آدم این موقع یادم نمیره، حالا میگم خاطره زیاده اما خب باز بالاخره این هم یه فرمی بود دیگه. بله بله، خاطره شیرین و خوب از جناب آقای امیر شاملو. خب جادانه اینجا که آقای شاملو خاطرهشون رو تعریف کردن، منم یه چند تا خاطره براتون تعریف کنم. بله. یه خاطره این که چند روز پیش یکی از هموطنان عزیز ما جلوی منو گرفت و گفت ما این کوچه خاطره ها ادامه داره. گفتم تا اونجایی که زنده باشم. گفت خیلی این برنامه مورد استقبال مردم قرار گرفته و ما خیلی دوست داریم پراپا قرص بیننده برنامه شما هستیم. آقای شاملو، این عزیز بزرگوار ساعتشو باز کرد و انگشترش از دستش در آورد، گفت من اینو میخوام هدیه کنم به کوچه خاطره ها. گفتم خب کوچه خاطره ها ممنون شما مردم هست، همین که تو خیابون ما رو مورد تشویق خودتون قرار میدید همین برای ما بس. نه، من ازت خواهش میکنم، اسم من علیه، من بچه لایجان هستم، دوست دارم که این ساعت رو هدیه کنم، که من اگر زنده باشم این ساعت و این انگشتر رو هدیه کنم به موزه سینما که مسئولین خانه سینما و موسیقی و خواننده کشور ما بدونن که مردم هنردوست ما واقعا هنردوستن. اینم یه خاطره بود که من از مردم عزیز و خوبمون دارم و این روزا خیلی جلوی ما رو میگیرن و میگن که ما این قدیمی ها رو دوست داریم، دوست داریم بدونیم که آقای شاملو کجاست، دوست داریم بدونیم آقای وحدت کجاست، دوست داریم بدونیم هنرمندای پیشکسوت ما کجا هستن. و یکی از عزیزان جلوی من گرفت گفت من فکر میکردم مثلا خانم فریبا خاتمی الان خارج از ایران داره زندگی میکنه. با این گفتگوی شما فهمیدیم که در ایران ما میگیم هر جا که هستن این هنرمندای کشور ما سلامت باشن. خب بریم یکی از کارهای زیبای شما رو جناب آقای شاملو، حالا قبل از اینکه بریم ببینیم، دوست دارم شما برای این مردم عزیز یه تیکه زنده اجرا کنید. خواهش میکنم برشون بخونید. بخونید تا بریم اون کار زیبای شما رو ببینیم. من عاشق تو هستم، من تو رو میپرستم، یه عمر عاشقانه به انتظار نشستم، تو ماه آسمونی فرشته زمینی، برای قلب خستم پناه آخرینی، بی تو گل با نمیشه، دردم دوا نمیشه، دلم تا دنیا دنیاست از تو جدا نمیشه، عاشقم من، دنیای من توی تو، عاشقم من، رویای من توی تو، ای که بی تو شبم سحر نمیشه، عاشقم من، دنیای من توی تو، عاشقم من، ای که بی تو شبم سحر نمیشه، عاشقم من، yeah.
به به لذت بردیم واقعا، چقدر زیبا، چقدر خاطره شما. دارم خود جناب آقای شامل، من خودم چقدر خاطره دارم از این آهنگ. این آهنگ چجوری شد؟ قبل اول ترکی خونده شد بله. شما خوندین یا شما خوندین بعد به زبان ترکی خونده شد؟ بله. این آهنگ آقای ابراهیم تاتکیس خوندن دیگه، آهنگ ترکی است. قبل از شما خوندن بله. یا بعدش؟ ایشون اول خوندن، ما که آهنگ ترکی شما از اون برداشت کردیم بله. چون آهنگ قشنگ بود بله. یه موقعی بود که بایست یه شعر فارسی رو این ملودی این میخورد. حالا شانس ما زد این شعر گفته شد توسط همون آقای باباکی رادمنش که واقعا خب اصلا با این آهنگ تو این، چون این آهنگی که از سال 74 پخش شد فقط تبلیغ من بود امیر شاملو در آلبوم عاشقم، من دیگه من تبلیغ آنچه این نشتم دیگه، اومد بازار دیگه، این به اون بگه، این به اون بگه، این گوش کرد، اون کپی کرد داد به اون، کپی کرد داد به این، دیگه این آهنگ گرفت بیشتر. این کپی ها در کار شما تاثیر میذاره؟ خب کپی کردن که خب خوبه. نه الان که ما سه تا نوار مجوز دار دادیم بیرون خب کپی دیگه ارزش اونچنانی نداره که مثلا 1500 تومان دیگه فوقش دیگه چی هست که مثلا کپی کنن داره نوار بخره. یه نوع خیانت به، البته میگم یه 6 تا 7 نوار وامی دارن توی یک سی دی درست میکنن 1000 تومان میدن. درست، اصلا انگار که نوارا واشتن کپی میکنن نه 1000 تومان، طرف خب میگه 6 تا آهنگ من خریدم 1000 تومان، 6 تا آلبوم خریده 1000، بله 6 تا آلبوم خریدم 1000 تومان، خب یه آلبوم میخواد بخره 1500 تومان. درست، میگه این اونو بهتر چیز میکنه، اما خب حالا کیفیت اون چه جوریه و فلان این حرفا، اصلا توش چی هست، بابا سلیقش هست نیست میخره. اما خب اینم خب یه نوع بالاخره نظر اون موقع زمان قدیم نبود اینجوری اصلا. حالا ما از مردم عزیز خونگرم و هنردوست ایران میخواییم که سیدی های اصل رو بخرن. ما تبلیغ نمی کنیم ولی واقعا برای این کارها زحمت کشیده شده، برای این کارها خیلی زحمت کشیدن جناب آقای شاملو و خیلی از عزیزان، شاعر، آهنگساز، استودیو، همه و همه دست به دست هم دادن یک آلبومی رو جمع کنن، شما مردم لذت ببرید. چرا وایسیم تو چراغ قرمزا یا هر مغازه یا هر جا بریم کپیشه بخریم که واقعا یک خیانتیه برای همه این عزیزانی که برای این آلبوم ها زحمت کشیدن. خب جناب آقای شاملو، من سوالی داشتم از خدمتون ولی رفتیم سراغ این آلبوم ها. این آلبوم ها رو اگه میشه خودتون معرفی کنید. الان شما چند ساله میخونید که تو ایران مجوز دارید؟ من از سال 81 مجوز گرفتم. از سال 89 الان شما سه تا آلبوم مجوز دادم بیرون. بله، که آلبوماتون الان یکیش اینه، اولیش همین شهر و چراغ معرفی کنید اولیش بینندگان عزیز، همین شهر و چراغون بود بله، شهر و چراغون کنید بود بله، دومیش عشق من جای تو خالیه بله، سومیش هم که جدیدن یک ماه پخش شده بله، فردا خیلی دیره. فردا خیلی، واقعا فردا خیلی دیره. من همیشه تو برنامه‌ام اعلام کردم که کارا کلا منظرم بخونم کارا کلا مراقب مهناویان هستش بله. دیگه چند تا هم بازخونی بود که باید انجام میشد که چون موقع یه فرم دیگه بود، الان چون مجوز بگیرید دیگه یه فرم دیگه است که نوافروش با خیال راحت مثلا میذاره. آره. درسته بعد. خب الان شما آقای شاملو 9 ساله که با مجوز در ایران میخونید. اگر یه روز صبح از خواب بلند شی و بهت بگن آقای شاملو شما دیگه حق خوندن ندارید، چه احساسی بهتون دست میده؟ چون الان فقط شغل آقای شاملو خوندنه، فقط از صداست که استفاده می‌کنیم، این صداست. خب چه احساسی خب به دست میده؟ میگم دیگه آدم چی بگه؟ مگه خب وقتی شما حساب کن یه پرنده رو می‌کنی توی قفس، می‌خواد روش اصلا روش چی کار می‌خواد بکنه دیگه؟ کار نمی‌تونه بکنه دیگه. پژمرده میشه به مرور زمان میشه دیگه. افسردگی و فلان دیگه یواشاش میاد و اینم یه فرم مردنه. خب ما امیدواریم کار به اونجا نکشه. آقای شاملو همچنان بخونن و ما ملت ایران از وجود ایشون لذت ببریم، از خوندنش لذت ببریم. واقعا صدای خیلی قشنگی داره. خب اگر شما بر بینندگان، حالا البته من قبلا ازتون خواهش کردم یه دونه خوندید، اگر خود شما بخواید یه هدیه‌ای بر ملت ایران، حالا هر جای دنیا که دارن زندگی میکنن فرقی نمیکنه، چه اونایی که اون ورن چه اونایی که این ورن، از صدای شما دارن لذت میبرن، بخواین یه هدیه بهشون بدین، چی میخونی آقای شاملو؟ والا یکی از آهنگای قدیمی رو که سال 54 اجرا کردم بله، شاید با کسی دیگه که با صدای کسی دیگه هم
مردم گوش کردن به. اما اصل آهنگ مال ما بود. میشه معرفی کنید؟ میخونم که یادشون بیاد که بله. این آهنگ ما خوندیم، بعد یه نفر دیگه برداشت اینو بازخونی کرد، خانم فتانه برداشت این آهنگ رو اجرا کرد. تقریبا چون موقع خود تو انقلاب بود و اینا دیگه آهنگ پخش شده بود و اینا، ایشون هم یه سری آهنگا رو برداشتن، یکی آهنگ من بود، یکی آهنگ هم خدا بیامرز آقاسی بود، تو مستی من مستم دستتو بذار به دستم، اینو برش بازخونی کرد. یه آهنگ هم مارو آقای انوش خدا بیامرز بود، گفت بذارین برم من، بذارین برم من، بذارین برم من بس. دل عاشقم رو نشکنین دوباره، بذارین برم من. اینو بهش این سه تا آهنگو توی آلبوم گذاشت. آهنگی حالا مثلا بودم بخونم مشخص میشه که کدوم آهنگ بوده. همون که خانم فتانه. خانم فتانه، ما اگه یادتون باشه دو سال پیش در دبی، آره دو سال و نیم پیش در دبی با هم بودیم. چه خاطره ای از شما داریم. شما یک خواننده مردمی خوب، آقای شاملو آهنگی رو خوندن که شما بازخونی کردید. بله اینم برای مردم خاطره است. بفرمایید. ای کاش که تو اون آلبوم اسم آهنگساز رو لااقل می‌نوشتن که یه بگن مثلا مارک. اصلا که آهنگ شعر میگه چه سخته که آدم تو این دور و زمونه، با این همه آشنا بازم تنها بمونه. چه سخته گریه بگیره راه گلوشو، حتی نتونه واسه دل آواز بخونه. دل اگه دل باشه دنبالش نمیره، حتی اگه از غم بی عشقی بمیره. دل اگه دل باشه دنبالش نمیره، حتی اگه از غم بی عشقی بمیره. اینجوری بود. خیلی زیبا. بله ایشونو گفته باشیم که برنامه اینجوری بود. بله بس این آهنگ قبلا مال شما بود. بعد خانم فتانه اجرا کرد. چیزی ازش زده بودن یا به صورت همونجوری پخش کردن؟ اتفاقا شبکه آقای شبخیز پخش کرد. بله خب اگه اجازه بدید بریم باز یکی از کارهای زیبای شما رو ببینیم و برگردیم، باز در خدمت بینندگان و شما هستیم. خواهش میکنم. من و تو دو یار مهربونی، لیلی و مجنون زمونی. من و تو عاشق بیقراری که با عشق روز و به شب میاری. میتونم عاشقای دنیا عشق ما نداره جای هاشا. ما دوتا از همو میدونی، ما دوتا از همو میدونی. من و تو دو یار مهربونی، لیلی و مجنون زمونی. من و تو عاشق بیقراری که با عشق روز و به شب میاری. میدونم عاشقای دنیا عشق ما نداره جای هاشا. ما دوتا از همو میدونی، ما دوتا از همو میدونی. جناب آقای شاملو خسته که نشدی؟ خواهش میکنم. خب هدیه ای که بر مردم عزیز ما، بر مردم خونگرم ایران، حالا هر جای دنیا که زندگی میکنن، انشالله که امیدواریم زنده و سلامت باشن، خواستم در پایان برنامه یه آهنگی که واقعا مردم ازش خاطره دارن، مخصوصا خود من، گریه نکن. بله. گریه نکن هدیه کنیم به مردم عزیز. خواهش میکنم. بله. انشالله که خاطره خوبی دارن، این آهنگ داشتن و دارن و همیشه داشته باشه. زنده باشه. گریه نکن، گریه نکن که قلب عاشق میشکنه. گریه نکن که گریه هات آتیش به جونم میزنه. درسته که دستمون به هم نمیرسه، ولی دلامون پیش همه. درسته که جسممون به هم نمیرسه، ولی دلامون پیش همه. گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن. خسته شدم، خسته ز چشم گریون، خسته تر از دستای آسیابون.
گریه نکن، یه روز میاد که این غم از این دل شکسته میره بیرون. گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن. به پایان برنامه رسیدیم جناب آقای شاملو. زمان خداحافظی که میشه بغض گلومونو میگیره که چرا باید از خدمت شما خداحافظی کنیم. شما اگر حرفی، پیامی، صحبتی مونده، سوالی مونده که نپرسیده باشیم. بالاخره من هم تشکر میکنم از خانواده عزیزم که همیشه منو یاری کردن، از دوستان عزیزمون که توی این 35 سال که ما رو راهنمایی کردن و از تجربیاتشون فیض بردیم، استفاده کردم، ازشون تشکر میکنم. دیگه خداحافظی میکنم، ایشالله که هر جا که هستم موفق و پیروز باشم. خب بله عزیزان، این افتخار امروز نصیب کوچه خاطره ها شد که در خدمت جناب آقای شاملوی عزیز باشیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، کوچه خاطره ها ادامه داره. اگه میبینید که دو هفته اختلاف یا فاصله افتاد بین برنامه ما، دلیل دارم. من در برنامه ها اعلام کردم این برنامه اسپانسر نداره، به هیچ جا وابسته نیستیم، از هیچ جا حقوق بگیر نیستیم. عده‌ای از عزیزان هموطن کاری از دست ما بر نمیاد، تماس گرفتن، مخصوصا یه خانومی که بارها تماس گرفت با گریش باعث بیمار. چون ما ایرانی ها معروف هستیم به دستگیری، به همدیگه کمک کنیم، همدیگر رو داشته باشیم. از اونجایی که کوچه خاطره ها چیزی نداشت این خانم رو حمایت کنه، باور بفرمایید که من مریض شدم. من دو هفته اگه برنامه نداشتم دلیلش این بود. امیدواریم دیگه فاصله بین برنامه هامون نیفته. هموطنان ما رو درک میکنن، با همون تلفن هایی که میزنن تو خیابون، تشکر هایی که از این گروه میکنن، واقعا دلگرمی بر کوچه خاطره ها. من تشکر میکنم از کارگردان این برنامه، جناب آقای محمد صالحی، آرش عزیز، چنگیز رجایی، میتی خسروشیری، همه این عزیزانی که دست به دست هم دادن یک تصویر خوب رو به خونه های شما بیارن و شما لذت ببرید. شما هنرمند مورد علاقتون رو ببینید. شما که نمیدونستید آقای شاملو الان کجا زندگی میکنن. ما یک تلفنی رو داریم زیرنویس میکنیم که شما الان داریم ملاحظه میکنیم. اگه حرفی، پیامی دارید ما رو در جریان بذارید. ممنون. تا برنامه دیگه، تا هفته دیگه، بدرود. خدا نگهدار.